جزایر سگانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسی. امروز قصد داریم اهمیت این جزایر رو بگیم و بررسی کنیم که آیا اعراب برای تصاحب این جزایر به ایران حمله میکنن؟ خب برابکس، این جزایر از چند نظر اهمیت دارن. به ترتیب میریم سراغشون. 1. اهمیت گردشگری. این جزایر به دلیل داشتن مناظر زیبا و آب‌های شفاف در اطراف بسیار توریست پذیرن. فقط یه لحظه فکر کنید این جزایر در دست اعراب بود، الان چه وضعی داشت؟ خب بس دیگه، زیاد فکر نکنید، اینجا ایرانه. دو، اهمیت استراتژیک. این جزایر به دلیل واقع شدن در نزدیکی تنگه هرمز و مسیر تجاری بین دریای عمان اهمیت استراتژی بسیار بالایی داره. همونطور که میدونی 67% نفت و 30% گاز جهان در خلیج فارس هست. خلاصه ما با داشتن این جزایر میتونیم نصف انرژی جهان رو منحل کنیم. به همین سادگی همه رو به فنا بدیم. 3. اهمیت نظامی و امنیتی. خب تا اینجا مشخص شد تنگه هرمز شاهراه جهانه و به جرأت میشه گفت هر کشوری صاحب این جزایر باشه صاحب خلیج فارس محسوب میشه. این جزایر دژ محکم ایران در وقوع جنگ محسوب میشه، به طوری که در هنگام جنگ با ابرقدرت‌های غربی و آمریکایی اولین نقطه درگیر خلیج فارسه. با داشتن این جزایر ایرانیان برتری زیادی نسبت به رقبا دارن. همواره امارات متحده عربی به حق حاکمیت ایران اعتراض کرده و چندین بار شکایت خودش رو در مجامع جهانی مطرح کرده، البته به جایی نرسید، اما هنوزم بیخیال نشده و مدام در حال سنگ اندازیه. کشورهای عربی و برخی از کشورهای آفریقایی رو با خودش همسو کرده. رفقای لاشی ما چین و روسیه هم با اون همسو شدن. تا دیروز با هم داشتیم رزمایش می‌کردیم تو خلیج فارس، الان رفتن با امارات همپیاله شد. تا زمانی که نفت داشتیم با ما بودن. خلاصه رفقا اینو بدونید، هر کشوری فقط و فقط به منفعت خودش فکر میکنه و منفعت خودش براش مهمه، نه چیز دیگه. پس دلخوش این اتحادهای علکی نباشید. در نتیجه امکان جنگ وجود داره. نتیجه این جنگ چی میشه؟ نتایج جنگ ها به هزاران چیز بستگی داره، اصلا قابل پیش بینی نیست، اما آمار و ارقام نشون میده که ایران به راحتی پیروز این جنگ میشه. این جزایر بسیار مهمن و نباید تحت هیچ شرایطی اونون را از دست بدیم. رفقا دمتون گرم، اگه نظری چیزی داشتید حتما برامون کامنت کنید. بدرود.